سلام بر بینندگان عزیز، به یک برنامه دیگه از فلسفه تغذیه و راز سلامتی خوش آمدید. من منیژه صدقی هستم و میخوام برنامه امروز رو به طرز تهیه اسپاگتی خام گیاهی اختصاص بدم. میدونین ماکارونی اسپاگتی به تنهایی خودش خوشمزه نیست، اون سوسشه که خوشمزش میکنه. حالا من به شما نشون میدم چطور با مواد خام گیاهی سس خوشمزه اسپاگتی درست کنم و چطور با این کدوی سبز یا به انگلیسی بهش میگیم زوکینی، با این هم ماکارونیشو درست کنم. حالا بریم که اینو پوست بکنم و بعد به شما نشون میدم. خب من این کدوها رو پوستش رو اینطوری کندم. این دستگاه کدو رو باهاش ماکارونی درست میکنم. بهتون نشون بدم که این 3 قسمت داره که عوض میشه. ببینید اینو ماکارونی باهاش درست میشه، ولی 2 دیگه هم اینجا داره که به نوع مختلفی سبزیجاتو خورد میکنه. یکی دیگه هم اینه، اینم ماکارونی های دورشتر درست میکنه. این دستگاه زیاد گرون نیست، من یادم نیست چند خریدم، ولی از اینترنت. حالا نشون میدم با این، ولی اگر شما اینو ندارین و میخواین این کار رو انجام بدین، با این سیب زمینی پوستکنی هم میشه. به این صورت ببینید، به این صورت ببینی اینطوری بکنی همه رو، بعد اینو خب میشه به اون صورت. اون وقت اسپاگتیتون این شکلی میشه. اینا رو باید که وقتی میخوام تو اون دستگاه بذارم، باید که نصف کنم از وسط، خیلی صاف اینطوری نصف میکنم. نصف، بعد حالا به شما نشون میدم. یه ظرفم باید زیرش بذارم که این ماکارونیا بره توی ظرف. این ظرفو میذارم که ماکارونی بره توش. خب اینو میذارم اینجا، بعد اینم میره به سرش، بعد اینو اینطوری میچرخونم. ببینی اینطوری، حالا نشون میدم. همینطور که میبینین این کدو داره به صورت ماکارونی میاد بیرون. خب این تموم شد. ببینید چه ماکارونی های بلندی میشه. میبینید ماکارونیش از ماکارون های معمولی خیلی بلندتره. این ورش رو بذارم که شما این ورش هم ببینید. ببینید این طوریه. بذارم اون ور.
ببینی اینجا میذارم، بعد اینو میبرم میچسبونم بهش، نگهش میداره، بعد میپیچم، دستشو میگردونم. اینطوری اینم تموم شد. این ماکارونی ها خب اینو ببینیم که اینو قشنگ میتونین در بیارین، اینو این قسمتشو، بعد یه قسمت دیگه بذارین اینه. حالا اینو میذارم که شما ببینین، ببینین ببینم با این چطوری میشه. ببینین این ماکارونیش بزرگتره، ببینین به این صورته، مثل اون ماکارونی بزرگا میشه. البته من نمیخوام اینقدر بزرگ باشه، حالا ورش میدارم. این ماکارونی خیلی پندتر شد از این یکی، یعنی کلوفتره. خب حالا یه قسمت دیگه هم داره که اونم به یک صورت دیگه خورد میکنه. پس این سه تا قسمت داره که به جور و جور خورد میکنه. و بعد با این هم میتونین لزانیا درست کنین. لزانیا، برای درست کردن لزانیا ببینین، این یک چیزیه که مثل سیب زمینی پوسکنی عمل میکنه ولی پهن. شما برای لزانیا یه دونه از اینها، این قرار انگشت بره توش. خب اینطوری به طورت پن پوست میکنین. حالا این زیاد پن نیست، من یه پن دارم نمیدونم کجاست، ولی اگر اونم نداریم میتونین خیلی نازک اینطوری نازک خورد کنین به جای اون لزانیا، یعنی ماکارونی لزانیا استفاده کنین. این دستگاه خورد کن منه که سبزیجات رو به شکل ماکارونی خورد میکنه به این صورت های متفاوت، سبزیجات متفاوت رو خورد میکنه، حتی یک نوعی به شکل چیپس خورد میکنه خیارو یا کدوی سبزو که میشه توی دستگاه دیهایدریتور چیپس درست کرد با کدوی سبز، که خیلی چیپس سالم و خوشمزه میشه به این صورت. و بعد بیشتر سبزیجاتو میتونه خورد کنه به این صورت، سبزیجات متفاوت، سیب زمینی، فلفل، هویج، خیار، کدو. اینم اسپاگتیه که من با کدوی سبز دارم الان برای شما درست میکنم که سسشو بعداً بهتون نشون میدم. این اسپاگتی با سس گوجه فرنگی نیست، با سبزیجات خرد شده روی برگ‌های اسفناج برای تزئین.
این یک نوع دیگه دستگاهه که این هم مثل دستگاه من عمل میکنه، فقط قیافش فرق میکنه. ببینین داره مثل ماکارونی کدوی سبز رو خورد میکنه. بعد دستگاه های دیگه هم هست، این هم داره پیاز رو به صورت ماکارونی خورد میکنه. جنسش فقط فرق میکنه. این دستگاه هم همونطور خورد میکنه، فقط وقتی ماکارونی ها رو خورد میکنه توی خود دستگاه جمع میشه. به این صورت ببینین خودش تو کاسه زیر خود دستگاه جمع میشه. و بعدم که این کدوی زرده، با کدوی زردم میشه درست کرد که خیلی قشنگ و خوشگل میشه. این کدوی حلواییه که میتونین به صورت کاسه درست کنین و توش این ماکارونی ها رو بذارین برای تزئین. به این صورت اینم همین دستگاه منه که کدوی زرد رو داره به صورت ماکارونی میبره. و بعد میشه کوفته قلقلی و یا میتبال درست که با قارچ خورد کرد و کوفته قلقلی ها رو توی دستگاه دیهایدریتور خشک کرد برای اسپاگتی با میتبال. این اسپاگتی با سبزیجات خرد شده است به جای سس گوجه فرنگی. این هم همون طوری که گفتم با دست درست کنین. خب این ماکارونی من حاضره. حالا تا من برم سسش رو آماده کنم، اینو من یه مقدار بهش روغن زیتون اکسترا ورجن فرست کولد پرس میزنم. اینم اکسترا ورجن آلیو اویل فرست کولد پرس. کولد پرس یعنی در زیر حرارت های خیلی بالا تهیه نشده. اند فرستش دم یعنی اینکه همون اولی که روغن رو از دانه جدا کردن، یعنی بعضی وقتا دوباره از توفالش سعی میکنن روغن رو در بیارن، ولی این اولین باریه که روغن رو در آوردن. همینطور که تا من سوسش رو آماده میکنم این تو این روغن مارینیت میشه، میمونه جا میفته. خوب دو تا قاشق بهش روغن زدم. یک کمی هم از این نمک دریایی، یک کمی بهش میزنم. بعد اینو درش رو میبندم میذارم میرم سوسم رو درست میکنم. خب برای سوسش من احتیاج دارم به گوجه فرنگی تازه، فلفل قرمز تازه و گوجه فرنگی خشک، یعنی بهش میگن که سان دراید تومیتو، یعنی اینکه گوجه فرنگی که در نور آفتاب خشک شده باشه. البته توی دستگاه خشکن خشک شده باشه مثل نور آفتابه. ببینید من اینا رو خودم خوش کردم و ریختم تو این شیشه. به این صورته. ببینید اینه. بذارم اینه. خب
خب این گوجه فرنگی ها رو باید شب پیش خیس کرد. من دیشب خیس کردم یه مقدارشو، حالا میرم میارم. اینه، خیس کردم. خوب، البته شما اگه نمیخواین خودتون خشک کنید، حاضرش هم دارن. من اینو حاضر خریدم، مغازه همه دارن. به اندازه خورد میکنم که بشه ریختش توی فود پروسسور. خب من این فلفل قرمز و همه رو خورد کردم، حالا میرم گوجه فرنگی رو خورد میکنم. خب علت این که این چیزو فلفل قرمز رو توش میریزیم به خاطری که سس اسپاگتی یه مقدار شیرینه و این گوجه فرنگیه که تازه استفاده میکنیم این یه مقدار اسیدیه و مزه ترش داره. بعد این فلفل قرمزی که میریزیم یه حالت تست شیرین بهش میده، مثل سس اسپاگتی، و بعد رنگش هم قرمزتر میکنه. خب من چون دوست دارم که یه مقدارم تند باشه، یه خوردم خیلی کم از این فلفل سبزم میریزم. البته فلفل سبز و زیادیش خوب نیست، خیلی کم. اینم خورد میکنم یه مقدار. این گوجه فرنگی هارم خورد کردم. نصف این فلفل رو میریزم. بعد یه چیز مهم دیگه اینه که احتیاج به سیر تازه داره که متاسفانه من یادم رفت بخرم و الان ندارم، ولی به جای سیر خشک میریزم، یعنی پودر سیر. حالا من اینها رو باید در دستگاه فود پروسسور، یعنی دستگاهی که غذاها رو خورد میکنه، درست کنم. البته توی مخلوط کنم میشه، ولی من بیشتر دوست دارم که خیلی سوسم آبکی نباشه. خب من اینا رو میریزم توی این دستگاه نمیدونم به فارسی چی میگن، فود پروسسور. گوجه فرنگی رو میریزم. بعد فلفل که خورد کردم، فلفل سبز رو میریزم. فلفل رو میریزم، فلفل قرمز رو. بعد این گوجه فرنگی که خیس کردم، گوجه فرنگی خشکو که خیس کردم، با آبش میریزم. خیلی زیادم خیس کردم. یه مقدار روغن زیتون میریزم. برای چاشنیش میتونین ریحون تازه بریزین، ولی من ریحون تازه ندارم، این ریحون خشکه. یه مقدار ریحون خشک میریزم. اینه، خب
یه مقدارم اورگانو میریزم، نمیدونم اورگانو به فارسی چی میشه. من که رفتم تو دیکشنری نگاه کردم، میگه پونه کوهی. اینم خیلی خوب میشه، یعنی اینم خشکه. بعد متاسفانه سیر تازه ندارم، باید سیر تازه ریخ. من یه خود پودر سیر توش میزنم. یه خوردم از همین چیز فلفل خشک، یه کمی هم نمک. البته چون گوجه فرنگی میذاری زیاد نمک احتیاج نداره، نمک دریایی. خب این حاضر، حالا درشو میذارم. متاسفانه این درشو یادم رفت بذارم، بعد که شروع کردم به راه انداختن ماشین پرید همه به بلوز زیریم و خلاصه رفتم در آوردم. و چون این یه در داره که نمیپره، چون این خیلی پر شده بود و از این بالاش پرید این درشو. حالا اینو میچرخونم ببینی. اینجا بهش میگن ماریانا ساس، یعنی تو دنیای خام گیاهخواری بهش میگن ماریانا ساس. خب این ماکارونیه. شما اگه بخواین اینو برای مهمون بیارین، بهتر سسشو نگه دارین و قبل از اینکه میخواین سرو کنین سسشو بریزین، چون اگه سسشو بریزین بذارین ممکنه خود این ماکارونیش که کدو هست این یه خود آب بندازه، ولی همون موقع. البته مجبور نیستین اینو سرد بخورین، میتونین سوسشو یه کمی چند دقیقه روی گازتون گرم کنین، فقط به اندازه که یه مقدار کم گرم بشه. خب برای من، برای خودم یه خورده اینجا میریزم این بشقاب. بعد از سوسم میزم روش. بعد یه کمی هم از این گشنیز. حالا شما میتونین از مثلا نعنا یا هر سبزی دیگه. من اینو یه خورده خورد میکنم، روش میریزم برای تزئین. طوری اسپاگتی رو الان شروع میکنم به خوردن. ببینی اگه این اسپاگتی رو بخوری میبینین که خیلی خوشمزه تر از اون اسپاگتی هست. اون وقت میخواین هفته ای سه دفعه اینو درست کنین بخوره. یه بلوز پوشته بودم زیر این، بعد در فود پروسسور رو نذاشتم چرخوندم، همه این سوس ریخت به اون بلوز و رفتم الان تو آب خیسش کردم.
خیلی خوشمزه است. خب من اینو ببندم برم اینو با خیال راحت بخورم. جای شما خالی. خب من چون زیاد سس درست کردم اینو میذارم تو ظرف، نگهش میدارم توی یخچال که بعدم میتونم اینو برای لزانیا استفاده کنم. اینطوری میذارم توی ظرف مخصوص شیشه‌ای. خب من این سس اسپاگتیو توی ظرف شیشه‌ای گذاشتم، اضافه شو دو تا ظرف شده، که این یکی اون، میذارم توی یخچال که بعداً میتونم باهاش لزانیا درست کنم. یعنی هر چی که سس گوجه فرنگی لازم داشته باشه شما میتونین با این درست کنین. اسپاگتیش یعنی ماکارونیشو برای 3-4 روز توی یخچال میتونین نگه دارین، سوسش هم برای 1 هفته میتونین نگه دارین. وقتی برنامه من به پایان رسید، خیلی از شما متشکرم که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه دیگه شما رو به خدا می سپارم.